سلام بر شما. به خبر شش از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. گفتگوها پیرامون چهارمین نشست دوحه در مورد افغانستان. نماینده دائمی قطر در ملل متحد در دیدار با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح درباره چگونگی برگزاری چهارمین نشست دوحه گفتگو کردند. میشته چه دا غونډه هم مثمره او د مسایلو حل سره مرسته وکړي. نشست موجود بتونه طور زمینه را قسم مساعد بکنه که از این مرحله گذار بکنه امارت اسلامی. تأکید بر گسترش روابط میان کابل و اسلام آباد. کاردار سفارت امارت اسلامی در اسلام آباد گفته ناامنی ها در پاکستان بر افغانستان و کشورهای منطقه اثر گذار است. افغانستان اسلامی امارات، افغانستان خلق، افغانستان ولس هیڅ کله د هیڅ ګاونډي په چارو کې نه مداخله کول غواړي او نه په هغه کې موږ لاس لرو، بلکې موږ د یو ثبات په خپل هیواد کې هم غواړو، په سیمه کې هم غواړو. رکود صنعت دیرینه مسگری در ولایت هرات. از میان بیش از 70 کارگاه مسگری در هرات فقط 4 کارگاه فعال مانده است. بازار ما نمانده، بازار مسگرا بوده. انال ما موندیم به دودی کن. هم دودی کن ما خود ما خود ما نمی خود ما نمی کلم. امضای تفاهم نامه ها با 9 نهاد داخلی در کابل. ارزش این تفاهم نامه ها بیش از 3 میلیون دلار گفته شده است. و نگرانی ها از نرسیدن کمک به فلسطینیان در غزه. امروز چهارشنبه است، نوم عقرب 1403 خورشیدی. من رازقیار هستم. نماینده دائمی قطر در ملل متحد در دیدار با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح بر ضرورت کارگیری از پیشرفت‌های مثبت به دست آمده از نشست سوم دوحه و کارگیری از نتایج آن در نشست چهارم دوحه تاکید ورزیده است. رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر نیز میگوید که در صورت شریک ساختن آجندای نشست و پذیرفته شدن شرایط امارت اسلامی، هیئت حکومت سرپرست در نشست چهارم دوحه شرکت خواهد کرد. گفتنی است که هنوز روز مشخص برگزاری نشست دوحه روشن نیست و احتمال می رود که در ماه دسامبر سال جاری میلادی این نشست برگزار شود. نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح درباره نتایج نشست سوم دوحه پیرامون افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه قطر در خبرنامه میگوید که اولیا احمد بن سیف آل ثانی و روزماری دی کارلو بر ضرورت کارگیری از پیشرفت‌های مثبت به دست آمده از نشست سوم دوحه و استفاده از نتایج آن در نشست چهارم دوحه که قرار است در دوحه برگزار شود تاکید کردند. سه نشستی که در دوحه برگزار شد دستاورد ملموسی که بستر به تعامل از چارچوب دیفکتو به دیجور ایجاد کرده باشه نتونست بکنه. امیدوار هستم که نشست موجود بتونه طور زمینه را قسم مساعد بکنه که از این مرحله گذار بکنه امارت اسلامی. در همین حال رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر میگوید که اگر آجندای نشست چهارم دوحه قبل از برگزاری نشست شریک شود و شرایط امارت اسلامی نیز در نظر گرفته شود، هیئت امارت اسلامی در نشست چهارم دوحه شرکت خواهد کرد. که در راتلونکی دوحه څلور غونډې اجندا هم مخکې له مخکې د اسلامي امارت سره شریکه شي او زموږ اجندا هم په پام کې پکې ونیول شي، نو امید شته چې دا غونډه هم مثمره او د مسایلو حل سره مرسته وکړي. راتلونکي غونډې هم هره غونډه که څلورمه غونډه وي که پنځمه غونډه وي چې د افغانستان په حکله دایریږي او د افغانستان د اسلامي امارت استازي په هغې کې پر معنا ګډون وکړي، یعنې معناداره ګډون ولري، نو هغه غونډې به انشاءالله هم د افغانستان د اسلامي امارت او هم د افغانستان د وګړو د خلکو په خیر وي.
قطر از کشورهای تاثیرگذار در تحولات سیاسی اخیر افغانستان بوده و دست کم سه نشست بین المللی با حضور نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد در این کشور برگزار شده است. گفتن است که هنوز روز مشخص برگزاری نشست چهارم دوحه روشن نیست، اما احتمال می رود که در ماه دسامبر سال جاری میلادی این نشست برگزار شود. رئیس سنای روسیه در سخنان در پاکستان گفته که رویکرد پاکستان و روسیه در مسائل بین المللی و منطقه‌ای بسیار نزدیک است. با باور او این رویکرد در باره صلح و ثبات در افغانستان و تضمین امنیت آسیای میانه نیز یکسان است. می توانیم با رضایت خاطر نشان کنیم که شباهت های رویکرد های ما در اکثر مسائل بین المللی بسیار نزدیک است. کشورهای ما به تأمین امنیت هم در افغانستان و هم در آسیای مرکزی علاقه دارند. کاردار سفارت امارت اسلامی در اسلام آباد گفته که امارت اسلامی به هیچ گروه اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان در برابر پاکستان کار بگیرد. سردار احمد شکیب در نشست زیر نام تقویت روابط اقتصادی پاکستان، افغانستان و چین در آسیای میانه تأکید کرده که ناامنی‌ها در پاکستان بر افغانستان و کشورهای منطقه اثرگذار است. آقای شکیب همچنان افزوده همکاری سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین کشورهای منطقه را با هم پیوند می‌دهد. کاردار سفارت امارت اسلامی در اسلام آباد در نشست زیر نام تقویت روابط اقتصادی پاکستان، افغانستان و آسیای میانه در مؤسسه مطالعات منطقه ای اسلام آباد گفته که ناامنی در پاکستان به افغانستان و تمام منطقه اثر منفی میگذارد و تاکید کرد که افغانستان مایل به درگیری در همسایگی خود نیست. سردار احمد شکیب در بخش از سخنانش افزوده که به هیچ گروه اجازه داده نمی شود تا از خاک افغانستان در برابر پاکستان کار بگیرد. د افغانستان اسلامي امارات او د افغانستان خلک د افغانستان ولس هیڅکله د هیڅ ګاونډي په چارو کې نه مداخله کول غواړي او نه په هغه کې موږ لاس لرو، بلکې موږ د یو ثبات په خپل هیواد کې هم غواړو، په سیمه کې هم غواړو او ښه روابط غواړو ټولو ګاونډیانو سره. امارت اسلامي افغانستان باید به همسایه ها نشان بده که د امور داخلي هیچ کشور همسایه مداخله نمیکنه و همیشه میخواهد با همسایه ها روابط نیک داشته باشه. آقای شکیب همچنان تاکید کرد که همکاری های اقتصادی نه تنها سبب تقویت تجارت میان کشورهای منطقه خواهد شد، بلکه ثبات منطقه ای نیز کمک خواهد کرد. کاردار سفارت امارت اسلامی نبود قراردادهای بازرگانی مدرن میان افغانستان و پاکستان، بسته شدن مکرر گذرگاه ها، محدودیت تسهیلات گمرکی و افزایش ناگهانی و یک جانبه تعرفه را از موانع اصلی برای بهبود روابط بازرگانی و اقتصادی میان دو کشور میداند. غوښتنه به دایي چې که چېرته پاکستان او افغانستان په ګډه باندې یو مارډرن اګریمنټ یو معاصر معاهده ولري تجارتي، او د دې مسایلو باندې ډېر فوکس وکړي شي، د تجارت او د ترانزیټ په وړاندې هر ډول خنډونه چې دي هغه له منځه ولاړ شي. از سوی هم شمار از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که بهبود و تقویت روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با کشورهای دیگر به ویژه پاکستان در حل مشکلات کنونی مهم است. بر آن است که افغانستان روابط خوب و دوستانه با کشورهای همسایه و در گام دوم با کشورهای منطقه داشته باشد، و افغانستان جغرافیش یک دهلیز اقتصادی است. پاکستان میتونه از این دهلیز اقتصادی در تجارت با آسیای مرکزی استفاده موثری داشته باشه. این در حال است که تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان و مسدود ماندن گذرگاه تورخم همواره بر روابط دو کشور سایه می‌افکند. سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از مهاجران افغان میخواهد تا قوانین کشورهای میزبان را حرمت بدارند. خلیل الرحمن حقانی همچنان افزوده که مهاجران افغان از هر گونه اقدامی که سبب ایجاد چالش برایشان میشود باید خودداری کنند. خلیل الرحمن حقانی در سفر به ولایت لوگر افزوده که نظام اسلامی در کشور حاکم است و تامین امنیت سرتاسری نیز به میان آمده است.
سرپرست وزارت مهاجران و عودت کنندگان در سفرش به ولایت لوگر از مهاجران افغان خواسته تا به قوانین کشورهای میزبان حرمت بگذارند و از اقداماتی که برای همه مهاجران چالش به بار می آورد خودداری کنند. خلیل رحمان حقانی همچنان افزوده که نظام اسلامی در کشور حاکم است و امنیت در کشور تامین شده و همه مهاجران باید به خواست خود به کشور بازگردند. باید چپ داخلی کارونه که هیچ کس مداخله و نکی او نه جنایی جرم نه وکی بل که دی هلته ښه وخت تیر کړي نور غوښتنه به دا ده چې دی څومره زر کولی شي باید دی خپله وطن ته ستنه شي هغه مزدوري هغه پانګونه هغه ژوند په خپل وطن کې وکړي. شماری از مهاجران افغان مقیم کشورهای همسایه میگویند که مهاجران نباید به گونه اجباری اخراج شوند چون بیشتر مهاجران در برخی از کشورها سرمایه گذاری دارند. دیرش لکه افغان مهاجرین دلته ژوند لري، دلته کورونه دي، دلته کاروبارونه دي، دلته تجارتونه دي. داسې په منډه د دوی ویستل چې دي هغه به ډېر زیات ضرورونه د ځان سره ولري، ډېر زیات مشکلات به ولري. افغان مهاجرین دلته ډېر په غټ تعداد کې کاروبار لري په د افغانی د پاکستان په څلورو واړو صوبو کې. با اون کشورها رایزنی و گفتمانهای سیاسی داشته باشد و در مرحله دوم اینکه هر مهاجری که میخوان به کشور بازگشت بکنند به صورت داوطلبانه باید اقدامات اولیه را در اختیار این عزیزان قرار بدن و بتونن اون اسکان مجدد در کشور و جذب سیستم کاری افغانستان بشود. این در حال است که در ماهای پسین مهاجران افغان در کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان از بدرفتاری پلیس این کشورها شکایت داشتند. با بیشتر شدن آلودگی هوا در شهر کابل، اداره ملی حفاظت محیط زیست و ریاست عمومی ترافیک از تلاش‌ها به هدف کاهش و پیشگیری از آلودگی هوا خبر می‌دهند. رئیس تنظیم و کنترل آلودگی‌های اداره حفاظت محیط زیست می‌گوید که بلندمنزل‌ها، کارخانه‌ها و موتورهای استهلاک شده که سبب آلودگی هوا می‌شوند، به شمول کابل در 6 ولایت بزرگ دیگر نیز به گونه جدی ارزیابی و اداره می‌شوند. با نزدیک شدن فصل زمستان، آلودگی هوای شهر کابل نیز بیشتر شده است. به گفته مسئولان اداره حفاظت محیط زیست، وجود موتورهای استهلاک شده و استفاده بروی از مواد سوختی در فصل سرما از علتهای اصلی آلودگی هوا در پایتخت است. رئیس تنظیم و کنترل آلودگی های این اداره میگوید که بر بنیاد برنامه عملیاتی این اداره، بلند منزل ها، کارخانه ها و موتورهای استهلاک شده که سبب آلودگی هوا می شوند به شمول کابل در 6 ولایت بزرگ دیگر نیز به گونه جدی ارزیابی و کنترل می شوند. این پلان نه تنها به شهر کابل بلکه به 6 ولایت بزرگ کشور همزمان در حال تطبیق است و بخش دیگه که فابریکات اینا است در مجموع یا به شکل جدی کنترل می شود در صورتی که دودزا باشد اینا مطابق به قانون فابریکات صنعتی یک روز در مجموع فعالیت از اینا توقف داده میشه. همزمان با این ریاست عمومی ترافیک نیز میگوید که در هماهنگی با اداره حفاظت محیط زیست روند گردآوری وسایط نقلیه دودزا را آغاز کردند و در هر هفته ده‌ها وسایط نقلیه را از سطح شهر گردآوری میکنند. موږ تقریبا په هفته وار شکل باندې پلس ګون موټر موږ د احصایه نه وباسو او لری کوی هغه که داس وسایل راځي چې مثلا بیخی د یعنی باید په دایمي شکل سه حذف شي. با این حال برخی از پایتخت نشینان از مسئولان اداره حفاظت محیط زیست میخواهند تا به پیشگیری و کاهش آلودگی هوا بیشتر توجه کنند و این توجه شوه به خاطر ازی که یگانه علت و دلیل آلودگی هوا فابریکای است که بسیار مواد سوخت غلیظ استفاده میکنه. نه تنها که باعث آلودگی هوا میشه، باعث آلودگی صوتی نیز میشه و مثلا موتورایی که مثلا که قابل استفاده نیستن و بازم شهروندان آنها را مثلا با هم میگردانن باید جلوی آن را گرفته شود. این در حال است که همساله با فرارسیدن فصل زمستان آلودگی هوا در شهر کابل و چند شهر بزرگ دیگر بیشتر میشود، مسئله ای که همواره با انتقاد برخی از شهروندان کشور نیز روبرو بوده است.
از میان بیش از 70 کارگاه مزگری در هرات فقط 4 کارگاه فعال مانده است. در سال پسین بیشتر مزگران هرات به خاطر رکود این صنعت تاریخی کارشان را رها کرده و به خارج از کشور رفتند. عبدالله 80 ساله نزدیک به 70 سال می شود که در شهر هرات مزگر است. او بهار و خزان صنعت کهن مزگری را اینجا در بازار مزگری شهر هرات گواه بوده است. این مرد مسگر در اوج شکوفایی صنعت مسگری هنگامی که کودک بود با پدرش در این کارگاه کار را آغاز کرد. اما اکنون که پیر شده است، مسگری صنعت مورد علاقه او نیز نفسهای آخرش را می کشد. بازار ما نمان بود. بازار مسگرا بودن. انال ما موندیم به دودی کن. هم دودی کن ما خود ما خود ما نمی خود ما نمی چلم. مهدی صفدرزاده 62 ساله بیشتر از 50 سال می شود که مسگر است. به گفته او در سالهای پیش بیشتر از 70 کارگاه مسگری در این بازار فعال بودند، اما اکنون تنها 4 کارگاه در اینجا به سختی به فعالیتشان ادامه می دهند. این مسگر می گوید بسیاری از مسگران حرفه‌ای پس از رکود مسگری در هرات به کشورهای همسایه رفتند و در آنجا مشغول به کار شدند. مردم به وجود آورده بودن به مس و به دانه بگیر هر چه تا قاشق دو خورین و مس بیدن دیگه همه دیگاه کلون و خورد و کلون و به دانه بگیر و خورد و خوری و چاینک و همه شه اینو میسی بیدن. اینجا بازار مسگری هرات است. تا سالهای نه چندان دور صنعت مسگری در این بازار بهاره داشت. در روزهای شکوفایی صنعت مسگری صدای چکش‌های مسگران در بخش‌های دورتر شهر هرات شنیده می شد. اما اکنون صدای این چکش ها از یک مسگر تا مسگر دیگر هم نمی رسد. زایات ما را از ما می خرن کیلو به 400 میره به پاکستان. با ما ورق از ایران میارین کیلو 1000 برای ما تم میشه. اگر مس بگونم من دولت چیز خونه برای همین مسگر ها بگیم برای از این هم مس بارش شه بیایم مس خود افغانستان پس همین کار شروع کنم خوبه. مس هوار گیرون زیاد دیوم نمی خرکاته همون چیزی هم که ما داریم به خارج میره. مسگری از صنایع کهن در هرات است و پیشینه آن به صدها سال پیش برمیگردد. مسگران کهنکار نگران هستند که این صنعت تاریخی کشور از بین خواهد رفت و در این بازار صدای چکش های مسگران برای همیشه خاموش خواهد شد. باز هم خوش آمدید. وزارت صنعت و تجارت از امضای تفاهم‌نامه های همکاری به ارزش بیش از 3 میلیون دلار آمریکایی با 9 نهاد داخلی خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت می‌گوید که بر بنیاد این تفاهم‌نامه ها نهادهای داخلی از این پول در راستای راه اندازی برنامه‌های آموزش‌های مسلکی و حرفه‌ای در 12 ولایت کشور کار می‌گیرند. با این حال اتاق صنایع و معدن افغانستان با اشاره به نیازمندی‌های بازار و کارخانه‌های تولیدی به افراد مسلکی و حرفه‌ای در رشته‌های گوناگون راه اندازی چنین برنامه‌ها را اثرگذار می‌دانند. پایان خبر شش. ایام به کامتان.